اینایی که میگن دیکتاتوری اسلام نمیفهمن چی هست. فقیه اسلام رو نمیدن خیلی میگن ما هر فقیه هرچند فاسد باشن این حکومت، فقیه اگر پاشا اینطور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است. مگر ولایت یه چیز آسونی است که بدن دست هر کس؟ اصلا جمهوری اسلامی آمده تا مردم رو برای ظهور تربیت بکنه، یک اصل اساسیه. مردم مسلمان ایران در کشور ما به این نتیجه رسیدن که بدون ولی معصوم نمیتونن زندگی بکنن. ببین ما قبل از انقلاب ژاندارم آمریکا توی منطقه هستیم، روی پروژه دوستونی نیکسون قرار ستون و پایه نظامی غربی‌ها تو منطقه باشیم، بهترین روابط رو با کشورهای غربی داریم و های فراوان. اما چه میشه که مردم ایران به این نتیجه میرسن که اینها براشون نون و آب نمیشه؟ مردم ایران میان اعلام میکنن که آقا ما ولی معصوم میخوایم و اصلا نگاهشون اساسا به انقلاب امام خمینی یک نگاه منجر به ظهور و منتج به ظهوره. شما چه استنباطی دارید از شعار خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما؟ این هدف اصلی این انقلاب رو داره نشون میده. مردم گفتن خدایا حجت خودت رو بفرست، اما خدا نمیفرسته. چرا؟ چون باید قبلش آزمایش بگیره. 11 مرتبه قبل از اون حجتش رو فرستاده چی شده؟ مردم چه گلی به سر اون بزرگواران زدن؟ اینجاست که انه یک دیالوگی برقرار میشه بین ماها و کسانی که منتظر هستن و خداوند متعال که خب حالا چیکار کنیم. اینجاست که خداوند پاسخ میده که خب بیاید حسنیتتون رو به دین اثبات کنید. شما جز اینه که امام رو برای این میخوای که دین من خدا رو بهتر بفهمیم، جز اینه که امام معصوم رو برای این میخوای که خدا رو بهتر بشناسید، خب حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. دین که ثابته، مشخصه. شما فکر کردید امام زمان بیاد مثلا نعوذ بالله اجازه میده که مردم عرق بخورن؟ امام زمان بیاد مثلا حکم زنا رو عوض میکنه؟ امام زمان بیاد احکام شریعت رو جابجا میکنه؟ نه خیر، جریان همان اتفاقی است که در زمان حضرت ادریس میفته. حضرت ادریس مردم رو به خدا فرا میخونه، مردم گوش نمیکنن. حضرت ادریس از خدا طلب میکنه که او رو از اینها بگیره، همانطور که حضرت موسی خواست و فرمود ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، که بین من و برادرم و این قوم فاسق فاصله بینداز. همانطور که حضرت امیر فرمود خدای منو از اینها بگیر. ببینید همونجوری حضرت ادریس میخواد و خداوند حضرت ادریس رو میگیره. پس از گذر زمان و گرسنگی بسیار زیاد و سختی های زیاد و رنج زیادی که اینها میکشن و مضطر میشن، فقهای بین اینها ظهور میکنن و میگن بابا ما برای چی به این بدبختی افتادیم؟ به خاطر اینکه با دست خودمون ولی خدا رو پس دادیم. ادریس رفت، خدای ادریس که هست، اصلا ادریس برای خدا رفت، دین ادریس که هست. حضرت ادریس میگفت خوبی کنید به مردم، حضرت ادریس میگفت حق مردم رو ادا کنید، حضرت ادریس میگفت دروغ نگید، زنا نکنید و این امثال این گونه مسائل و احکام. اینجاست که توبه کردن و رجوع کردن به سمت دین. چون صادقانه رجوع کردن به سمت دین، خدا به حضرت ادریس فرمان داد گفت برگرد، که اینها واقعا دارن دین رو میخوان. حضرت امیر میفرمون ما تو جنگ ها وقتی خدا صدق نیتمون رو میدید امداد الهیشو میرسون. اینطور نبود که از همون ابتدا از قبل جنگ ما همینطور بریم. نه خیر، خداوند صدق نیت ما رو میدید، میدید که با نداشتن سلاح با توکل به او اومدیم جلو، به بهشت او، به جهنم او، به قیامت او، به امداد او، به کمک او، به توکل او ایمان داریم، پس کمکمون کرد. ما برای اثبات حسن نیتمون به خداوند متعال و امامش سراغ فقها رفتیم. این رو از کجا آوردیم؟ از سیره انبیاء الهی، از قرآن آوردیم. مثلا همین آیه 44 سوره مائده رجوع کنید ببینید چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. در این آیه همینطور که نگاه بکنه خیلی واضح داره میفرما بی تردید ما تورات را که در آن هدایت و نور است نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم تورات بودند بر اساس آن برای یهودیان داوری میکردند، ول احبار و ربانیون و یک سری فقها و علمایی که در میان یهودیان بودند،
اینا در زمانی که دیگه دست اینها از پیامبران الهی بریده میشه. بنی اسرائیل در برهه‌های پیامبر نداشتن، ایام فطرت بوده، یعنی هیچ پیامبری براشون نازل نمی‌شده. در چنین مواردی بنی اسرائیل رجوع می‌کردن به کسانی که بیش از خودشون دین رو می‌فهمیدن. در همین آیه اشاره شده، ببینید اشاره می‌کنه، میگه و ربانیون و الاحبار، یعنی اون دانشمندان الهی مسلک، اون عالمان خودشون، اون فقهای خودشون، اون مجتهدای خودشون، برن که چی؟ به مستحفظو من کتاب الله، به اون میزان که از کتاب الهی می‌فهمن سر در میارن، بیان برای مردم دین رو بگن. خب خدای ما میخوایم حسن نیتمون رو نشون بدیم بدین، باید بریم سراغ کسایی که بهتر از ما دین رو میفهمن. این دقیقاً همون کاری بود که ما کردیم، رفتیم سراغ فقهامون، رفتیم سراغ مجتهدینمون، گفتیم شما بزرگواران از ما بیشتر دین رو میفهمید، شما بهتر از ما سر در میارید، بیایید بگید چه باید بکنیم. تو خیابون باید بریزیم چشم، خون باید بدیم چشم، تحریم اقتصادی باید تحمل کنیم چشم، هیچ ایرادی نیست، برای خودمون داریم این کارو میکنیم، ما میدونیم این راه ظهوره و تنها راه ظهوره، ایرادی نداره. ما آمدیم اینجا، بگید چه باید بکنیم. فقها جمع شدن، حالا شما اسمشو میذاری مجلس خبرگان، و یک نفر رو از بین خودشون انتخاب کردن. اصلا ما گفتیم یک نفر از بین خودتون انتخاب بکنید و او رو بگذارید به عنوان حاکم، به عنوان ولی بگذارید، هر چی او بگه ما گوش میکنیم، شما هم گوش بکنید. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. با مشخص شدن نظر خبرگان درباره انتخاب یک فرد به رهبری نظام و جانشینی امام، مباحث خبرگان به نقطه بسیار حساسی می رسد. چند تن از خبرگان ملت نام آیت الله خامنه ای را به زبان می آورند. ظاهرا تعدادی از خبرگان از واقعیاتی خاص مطلع هستند که دیگران از آنها اطلاعی ندارند. جلسه خبرگان در آستانه لحظه بسیار حساس رأی‌گیری درباره رهبر آینده انقلاب و جانشین امام خمینی قرار دارد. ناگهان یک نفر به مخالفت برمی‌خیزد. ببینید من در بحث من به هر حال مخالفم. به رغم اصرار آیت الله خامنه ای، رأی‌گیری برای اعلام نظر خبرگان منتخب ملت در مورد انتخاب ایشان به جانشینی رهبر کبیر انقلاب انجام می شود. بشمارید. خدا را هم شکر گذاریم که ختمی به خیر شد و دنیای امروز ایشون را شناختن و می فهمن که یک فرد لایقی که از ابتدا با اسلام بوده و با امام بوده و قابل سازش با استکبار نبوده، بالاخره امید دشمنان ما با این انتخاب به نظرم انشاءالله به ناامیدی خواهد کشید و آخرش هم اونجوری که امیدوارم انشاءالله رضایت حضرت بقیت ارواح انار مفدا را جلب کرده ایم در این قسمت. خدا انشالله شما رو برای ما نگه بداره. از دیروز هم که حضرت عالی از طرف خبرگان تعیین شدید و رهبری همه ما رو به عهده گرفتید، ما این واقعه برامون تسکین بسیار خوبی بوده. ما صمیمانه در خدمت شما هستیم و عاشقانه خواه حاضریم هر کاری داشته باشید انجام بدیم. الحمدلله دشمنان ما کور شدن و دیدن پس از چند ساعت این مملکت رهبر پیدا کرد، رهبری مثل شما. ما به فتوای امام شما رو ولی خودمون میدونیم و لحظه ای از تأیید و تکریم و سایر چیزهایی که وظیفمون هست در مورد شما انجام بدیم کوتاهی نخواهیم کرد. خدا شما رو انشالله برای ما نگه داره.
مراجع عالی‌قدر و علمای اعلام با ارسال پیام‌های ویژه این انتخاب را زمینه‌ساز استمرار و تداوم سیره عملی و نظری امام روح الله توصیف می‌کنند. مردم نیز از اقصانقاط کشور برای بیعت با جانشین امام خمینی راهی تهران شدند. پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی، ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. واقعا از ته دل میخواستم که نشه. خب مجلس خبرگان، برادرانی که اونجا بودن ملاحظه کردن، فرمودن از آیت الله مشکینی، بحثایی پیش آمد و حرفایی زده شد و بالاخره به این انتخاب منتهی شد. من تلاش کردم که نشه. در خود مجلس من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره. حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که می‌فرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد می‌کنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم. قبول میکنیم اون شورا به این نتیجه رسیده این آقا فقیه جامع الشرایط، مجتهد جامع الشرایط باشه و هر چه حکم میکنه ما هم گوش بدیم. چشم. بله، اینا از کجا بیرون کشیده؟ از فقهمون، از اون چی که صاحب عربه در کتابش آورده، فکر کنم اصل 57 که اشاره میکنه که حتی اگر یک نفر حاکم شد از بین فقها، حتی افرادی بودن که به لحاظ فقهی از او بالاتر بودند، اما حکمی که اون فردی که حاکم است میدهد، اون باید اجرا بشه. برای اینکه شلم شوربایی میشه، برای اینکه هرج و مرج میشه، ما رفتیم گفتیم چشم. حالا آن آقا به ما گفتش که بجنگید، گفتیم چشم. فرمود باید خرمشهر آزاد بشه، گفتیم چشم. آزاد شد، بعد فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ما هم گفتیم ما هم ادعایی نداریم این وسط، ما اصلا برای خدا سراغ شما آمدیم و الا حب و بغض خاصی نسبت به چهره یک فرد که نداریم، که نسبت به یک فردی که یک انسانیست مثل بقیه. نه خیر، ما سراغ این علمامون رفتیم چون بهتر از ما دین میفهمیدن. ولایت فقیه یعنی این. فقیه یعنی کسی که خودش از همه بیشتر از خدا میترسه. اصلا نمیتواند یک فقیه و یک مجتهد جامع الشرایط خودش دیکتاتوری به وجود بیاره. اینا که میگن که دیکتاتوری پیش میاد و نمیدونم این مسائل پیش میاد، اینا نمیدونن که حکومت اسلامی حکومت دیکتاتوری، مذهب مقابل اینها ایستاده، اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده و ما میخواییم که فقیه باشد که جلو دیکتاتورها را بگیرد، نگذارد رئیس جمهور دیکتاتوری کند، نگذارد نخست وزیر دیکتاتوری کند، نگذارد رئیس مثلا لشکر دیکتاتوری بکند، نگذارد رئیس جاندارمری دیکتاتوری بکند. کسی که زندگی عادی دارد و نمیخواد این مسائل را دیکتاتوری، برای چی میخواد بکند؟ فرمایی تو کار نیست در اسلام. عقل جمعی فقها هم جلوی انحرافو میگیره. همین چند سال پیش بود یکی از مجتهدین یک نظر شاذ پیرامون روزه داد. شما دیدید عموم فقها و مراجع ما در درسای خارجشون نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن.
مسئله ما مسئله کودکان بازیگوشی بود که میزدن لامپ تیربرق رو میشکستن و گویی این بچه ها تربیت نشدن و از نور خوششون نمیاد، از ظلمت انگار خوششون اومده. اون لامپ رو شکستن، خودشون تو تاریکی میخورن زمین، دست و پاشون میشکنه، اما نمیفهمه. بغلای بین اهالی اون محل پیدا شدن و گفتن، رفتن اداره برق، رفتن شهرداری، گفتن آقا جان این بچه ها نمیفهمیدن، ما باشون صحبت کردیم، حالا فهمیدن اشتباه میکردن. این چند وقتی که اینا هیچ کسی بالا سرشون نبود، هیچ نوری نداشتن، اذیت شدن، بیاید دوباره لامپو بزنید. گفتن نمیشه. اداره برق گفتش که 11 بار اومدم بهترین پروژکتورها رو اونجا زدم، بچه‌هاتون زدن شکستن، بچه‌های شما بی تربیتن، نور رو دوست ندارن، اساساً با نور مشکل دارن. اینها ریش گرو گذاشتن، گفتن قول میدیم ما جلوشون رو میگیریم، دیگه این کارو نکنن، تربیتشون کردیم. اداره برق گفت من پروژکتور نمیارم چون ممکنه بشکنن، ریسکش بالاست، چون این آخرین لامپ پروژکتور ماست. گفتن چه میکنید؟ گفت میام یه لامپ 50 میزنم، یه لامپ 100 میزنم. درست تفاوت بین لامپ 50 و 100 و پروژکتور خیلی زیاده، اما جنسش از جنس نوره. هر کسی که نور دوست داره، همونقدر که از پروژکتور خوشش میاد، از اون لامپ 100 هم خوشش میاد، با فرض این و قبول این که بله، مثل یک پروژکتور نمیتونه نور افکنی بکنه و راه گشایی بکنه. بعد این اوغلا گفتن که آقا تا کی ما باید با این لامپ 100 سر بکنیم که بعدشون پروژکتور رو به ما میدید؟ گفت اگر به شما بگم کی پروژکتور رو میدم، دوباره نفاق پیشه میکنید، سنگاتون رو پشت دستتون قایم میکنید، وقتی او را آوردیم دوباره میزنید میکشید، میشکنید اون لامپ رو. من هر موقع تشخیص دادم بچه های شما دیگه با نور مشکلی ندارن و حسنیتشون رو با این لامپ صد نشون میدن به خدا، اون موقع است که من دوباره اون پروژکتور رو میارم نصب میکنم. مثال امامت و نبود ولی معصوم و رجوع به فقها و مراجع و مجتهدین مثال همین داستان بود. در غیبت هست تا که منافقان رو میشوند، در غیبت هست که این قده های چرکین بروز میکنن، میریزن بیرون و ذات خودشون رو نشون میدن. شما فکر کردید امروز امام زمان قیام بفرماد با اسرائیل صلح میکنه؟ شما اگر پدر بزرگوار ایشون امیرالمومنین صلح میکرد با همچین جنایتکاری، پس ایشون هم صلح میکنه. او شبیه ترین افراد در سیرت، صورت و سیره، در باطن، چهره و عملکرد به پیامبره. فلذا اگر امروز مردمی کنار اسرائیل کوتاه بیان و بپذیرن اسرائیل رو، امام زمان هم بیاد اسرائیل رو میپذیرن و او رو تنها خواهند. گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. اساساً ولایت فقیه یک ایده مترقی برای ظهور است، برای همین هم هست که صهیونیستا باش مشکل دارن. چرا با عربستان سعودی مشکل ندارن؟ اونا نماز نمیخونن، اونا حج نمیرن، اونا روزه نمیگیرن، ها؟ اونا کسی که این منشأ اصلی و سرمنشأ و سرمنبع اصلی این تفکر تکفیریه. چرا با اسلام قبل انقلاب ما کاری نداشتن؟ قبل انقلاب شما مردم روزه نمیگرفتید، نماز نمیخوندید، حج نمیرفتید؟ نه، با سیستمی کار دارن که از دل اون اسلام ظهور شکل بگیره. این خطرناکه. ولایت فقیه آمده از تا پس از او امام زمان بیاد.